همیشه آرزو مینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایرانه. یک ایرانی به معنی واقعی بود، یک وطن پرست به معنی واقعی بود، به عنوان یک آدم وطن پرست و یک سربازی مترادف با آریوبرزی. این بارگیری مهمان از افتخارات نیرو هوایی بود و ما در زمان جنگ بسیار بهره بردیم. مبتکر و بنیانگذار شخص تیمسار جهانبانی بود. جهانبانی دستور تیر رو خودش ایستاده داد. جهانبانی جاودان شده، صدها سال دیگه، هزاران سال دیگه از جهانبانی به نیکی یاد خواهد شد. من دلم میخواد هر موقع صحبت میکنم ایستاده در مورد ایشون اعتراف. جهانبانی یه اسطوره بود، هیچ وقت نمیشه یه اسطوره با چیز دیگه مقایسه کرد. تو شادی به این میکنی که یه همچه عجوبه‌ای در کشور تو بوده که تمام دنیا اونه به عنوان یه جنرال 4 ساله در هر ایرفورسی قبولش داشته. مغز بسیار عجیبی داشت، انسان بسیار والایی بود، بی نهایت افتاده بود. هواپیما جلوی در خونهش پارک بود ولی نرفت، چون فکر میکرد که من که جز خدمت به وطن کاری نکردم که هر کسی بیاد اینجا اینو باید تشخیص بده. که اعدام شد، محبوبیت فوق‌العاده جهانبانی در نیرو هوایی و ارتش بود. تنها دلیلش همین بود، هیچ دلیل دیگه ای برای اعدام که نه، از بین بردنش، واقعا جاودانه کردنش هیچ دلیل دیگه ای نداشتم و ارائه ندادم. و اگر رفته بود جاودانه نمیشد. نادر جهانبانی مون تا جاودانه بشه. ترین وقتی آنها سرکوب و نابود خواهند شد، در دادگاه خلق محاکمه و محکوم به اعدام شدند که حکم بلافاصله در مورد ایشان اجرا می شود. آتش. قرن پنجم اسفند سال 1289 خورشیدی در سرمای سنت پترزبورگ در خانواده اشرافی دختری به دنیا می آید که نام او را هلن می گذارند. هلن دختر دکتر الکسی کاسمینسکی بود. دکتر الکسی کاسمینسکی پدر هلن از اشراف روس و وابسته اقتصادی سفارت امپراتوری روسیه در ایران بود. خب هلن هم به همراه خانواده مدتی بود که در ایران زندگی میکرد و قطعا اون زمان فکر میکرد که کارها که تموم شه، کار پدر و خانواده تموم شه، باز خواهد گشت به سرزمین مادری. اما در همه روزهایی که در ایران بود این خانواده، یک خبر بسیار بزرگ در مسکو جهان رو تکون میده.
انقلاب سرخا، کمونیستا، بلشویک ها به نتیجه رسیده و سرزمین روسیه زیر چکمه سرخ قرار میگیره. کشتارهای وسیع صورت میگیره، اموال بسیاری مصادره میشه و همین مسائل باعث میشه که خانواده هلن هم مجبور شند که باز نگردند به سرزمین میهنی و در ایران به زندگی خودشون ادامه بدن و پناهنده بشن به اصطلاح به ایران. خب مسلماً برای دختری در اون سن و سال بسیار لحظات سختی بوده، تجربه یک انقلاب در سرزمین مادری و اتفاقاتی که برای دوستان و اقوام و اینها در سرزمین روسیه افتاده در اون زمان و همچنین اموال خانواده که مصادره شده در سرزمین روسیه توسط انقلابیون سرخ، و میشه کاملا درک کرد که اون روزها و شبها برای هلن واقعا یک کابوس تلخ سرخ به همراه داشت. اما در کنار تمام روزهای سخت و شبهای تلخ، یک اتفاق شیرین در زندگی هلن رقم میخوره که سرنوشت او رو برای همیشه تا آخرین لحظه عمر تغییر میده و اون آشنایی با یک افسر خوش‌چهره جوان ایرانی که از شاهزادگان و نوادگان قاجار هم بوده به نام نصرت الله جهانبانی که بعدها به یاد پدر نام خودش رو امان الله جهانبانی گذاشت هست. و آشنایی بین هلن و نصرت الله صورت میگیره و بعدها به عشق و به ازدواج ختم میشه. از شادی پرگیرم که رسام به فلک، سرود از بیخانم در بر هور و ملک، در آسمان ها غوغا فکرم، سبو بریزم ساغر شکرم. خب اما قبل از اینکه بخوام در مورد نصرت الله جهانبانی که بعدها نام خودش رو به یاد پدر به امان الله تغییر داد صحبتی بکنم، جا داره یه صحبت کوتاه و کوچیکی بکنم در مورد پدر ایشون امان الله میرزا ضیاءالدوله، در واقع پدر بزرگ نادر جهانبانی. ایشون از نوادگان سیف الله میرزا پسر فتحعلی شاه قاجار بوده و در بریگاد قزاق خدمت میکرده و مشغول به کار بوده. منتها نکته جالبی که هست اینه که بعد از اینکه لیاخوف بر قزاق‌ها حاکم میشه و مسئولیت قزاق‌ها رو در دست میگیره، ایشون میره و به جرگه مشروط خواهان میپیونده و حتی نماینده مجلس میشه. ولی بعد که استبداد صغیر پیش میاد، در دوران استبداد صغیر تا زمان فتح تهران توسط مشروط خواهان، ایشون مخفی بوده در تهران و مبارزه مخفی میکرده. بعدها هم ایشون فرمانده قشون آذربایجان میشه و در اون ماجرای معروف تهدید روس‌ها برای اشغال آذربایجان که وقت نداریم بهش وارد شیم، خیلی ماجرای معروفیه. خب ایشون مبارزه غیر مستقیم میکرده با روس‌ها در اونجا و یه دوتا تلگراف هست که ایشون موقعی که در تبریز هست میزنه به دولت قاجار و از کشتار روس‌ها و مسائل اینطوری توضیح میده. و جالبه که دولت هم در تهران تمام مدت به اون اصرار میکنه که مبادا خشم روس‌ها رو برانگیزی و باعث شه که روس‌ها خشم میشن. مثلا در یه تلگراف زده: اجالتا آنچه راپورت رسید 500 نفر بچه و مرد از اهالی بیچاره را روس‌ها کشتند. یا در بخش دیگه تلگراف زده: تعجب در اینجاست که عرایض صدیقانه این بنده را باور نمی‌فرمایید. از طرف اهالی تبریز اقدامات جنگی نشده، ولی امروز روس‌ها با شدت شلیک کردند و هجوم آورده زن و بچه را از خانه بیرون کشیدند. از وحشیگری ذره‌ای فروگذار نیستند. اما چه اتفاقی میفته برای امان الله میرزا ضیاءالدوله؟
این است که روس ها این تلگراف ها رو متوجه میشند و تحت تعقیب قرارش میدن و ایشون چاره پیدا نمیکنه برای اینکه غیر از اینکه بره و در سفارت انگلیس پناهنده شه. منتها همون جا هم که هست متوجه میشه که یک رد و بدلی قراره که مثل اینکه انگلیس ها با روس ها انجام بدن و ایشون رو تحویل روس ها بدن. از اون جایی که ایشون فرمان جنگ صادر کرده بوده به عنوان فرمانده قشون وقت در آذربایجان و وابسته به دولت ایران بوده، اگر ایشون تحویل روس ها میشد و اینها میتونستن ثابت کنند، در واقع اعتراف بگیرند ازش رو ثابت کنند و اینها که ایشون فرمان جنگ رو صادر کرده، بهانه میافتاد دست روس ها که تبریز رو اشغال کنند، که نشون بدن که دولت ایران وارد جنگ شده، در صورتی که ما دیدیم دولت قاجار هم جواب درستی نمیداد به ایشون، ولی بالاخره ایشون نماینده دولت بوده در اون مقطع. ولی از اونجایی که این بهانه دست روس ها نیفته و اینها نتونند به این بهانه تبریز رو اشغال کنند، ایشون با تپانچه شخصیش خودکشی میکنه. روح شاد واقعا مرد بسیار وطن پرستی بود، برای جلوگیری از اشغال تبریز دست به خودکشی زد برای اینکه بهانه دست روس ها نده. بریم به سراغ نصرت الله جهانبانی که به یاد پدر نام خودش رو امان الله گذاشت. ایشون در همون آتریات رضا خان ایشون هم فرمانده قسمت پیاده بود، هم رزم رضا خان یا رضا خان سردار سپه که بعدها شد و یا رضا شاه کبیر بودند. ایشون مقارن کودتای 1299 ایشون درجه سرهنگی داشتند و من باید خدمت شما عرض کنم که درباره کودتای 1299 و روابط رضا شاه بزرگ با انگلستان یک برنامه کاملی دارم که میتونید در کانال یوتیوبم ببینید، لینکش رو بالا خدمت شما قرار میدم. دروغ محض بسیاری از مسائلی که گفتن، روح وزیر خارجه وقت بریتانیا لورد کرزن هم از ماجرای کودتا خبر نداشته، تمام اینها اسناد وزارت خارجه بریتانیا هست که دارن برنامه خدمتتون ارائه میشه. اما بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه بزرگ، امان الله خان فرمانده کل ستاد ارتش ایران میشه. میدونید که ارتش رو در ایران رضا شاه بزرگ ارتش منظم نوین رو به وجود آورد، نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی زمینی رو. امان الله خان فرمانده کل ستاد ارتش میشه. از افتخارات ایشون مبارزه با اسماعیل سیمیتخوی تجزیه طلب در آذربایجان و همچنین مبارزه با تجزیه طلبان سیستان بود. و این رو هم خدمت دوستان عرض کنم که ایشون سه بار ازدواج کرد، که در ازدواج اول با قمر طلعت فرزندی به نام نصرت داره، از ازدواج دوم با اختر السلطنه مسعود، حسین، حمید، پریتاج، کیانتاج و مجید هستن. و بعد از اینها هم که ازدواجی که با بانو هلن کاسمینسکی میکنه و خسرو خوبان، پرویز، نادر و مهرمنیر فرزندان ایشون از بانو هلن هستن. اما دوستان یک اتفاق میفته که دلیلش واقعا مشخص نیست، یعنی کامل من تحقیق کردم که خدمتون عرض میکنم، حرف ها زدن یعنی حدس ها زدن ولی هیچ کدومشون منبع معتبری نیست که بشه بهش استناد کرد. اونم این است که به هر دلیلی که نمیدونیم چی هست، امان الله خان مورد غضب رضا شاه در اواخر دوران سلطنت رضا شاه کبیر قرار میگیره و حتی به زندان میفته و دلیلش واقعا مشخص نیست. یه نکته این وسط جالبه، دقت کنید به این نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم. این رو داشته باشید که ایشون مورد غضب قرار میگیره، اما نکته چیست؟ ببینید در تاریخ ایران
ما بعد از مشروطیت یه دوره روشنفکری داریم که نه قبلش داشتیم نه بعدش. این رب این در خود جامعه است و این گروه روشنفکر ناسیونالیستن. قبلش که هیچی، بعدش هم متاسفانه در دوران جنگ سرد، در دوران آریامهر، به خاطر اون تبلیغات گسترده بلوک شرق و کمونیست ها و شوروی و چین و اینها در سطح جهانی، اون دستگاه عظیم پروپاگاندای اونها که در اوج جنگ سرد در مقابله با بلوک غرب انجام میدادن، متاسفانه اون تب جهانی چپگرایی هر چقدر هم میخواستن جلوشو بگیرن باز در ایران هم نفوذ کرد دیگه. یعنی روشن فکران، به اصطلاح روشن فکران دوران آریامهر، اکثرا دیدید که گرایشات چپ داشتن و هرچند خیلی تلاش کرد خود آریامهر هم دیگه، به خصوص اوجش در ماجرای جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بود و همچنین بزرگانی چون واقعا جاوید نام شجاع‌الدین شفا و اینها هم بسیار تلاش کردند و تا جایی که میشد سعی کردند در کالبد جامعه روح ناسیونالیستی رو بدمند، ولی متاسفانه واقعا جریان اصلی روشنفکری تحت تبلیغات و پروپاگاندای جهانی که از جنگ سرد به بعد، یعنی از شکست متحدین به بعد شروع شده بود، در ایران هم تبش بالا بود دیگه، یعنی در ایران هم واقعا خیلی غالب بود. بعدش هم که در دوران جمهوری اسلامی هم که ما متاسفانه شاهد این بودیم که جریان روشنفکری مطرح در جامعه، روشنفکران دینی امثال چه میدونم سروش و کدیور و این اراذل نوباش بودن که حالا خدا رو شکر در همین انتخابات هم نسخهشون پیچیده شد برای همیشه از تاریخ ایران. ولی خلاصه میخوام بگم که این دوره خاص این خیلی مهم و جالبه و این حرکت روشنفکران ناسیونالیست که در این دوره تاریخی به وجود میاد، رضا شاه هم بهش بسیار بها میده و مجموعه ای از افراد وطن پرست میان در ایران در اطراف رضا شاه قرار میگیرن. حالا از روشنفکران این دوره خیلی ها هستن، از زمان مشروعیت به بعد سور اسرافیل هست، بعد علی دشتی هست، خیلی ها رو میشه نام بود. حالا این چه ربطی به قضیه امان الله جهانبانی داره؟ ربطش این هست که ببینید نکته جالبی که پیش میاد اینه که اینا افراد مختلفی بودن که شاید برخی هاشون مورد غضب رضا شاه بزرگ قرار گرفتن یا کدورت های بینشون به وجود اومد، ولی خیلی وی هم پرست بودن. یعنی در اون فرهنگ اون زمان جامعه کاملا عقاید ناسیونالیستی داشتن و میدونستند که رضا شاه بزرگ هم واقعا وطن پرسته، حالا هر اختلافی به وجود اومده، هر چیزی به وجود اومده، و همین ها باعث شد که حالا با هر کدورتی که بوده نه تنها کینه نکردند، نه تنها نسبت به رضا شاه واقعا کینه ای در دل نگرفتند، بلکه بلا فاصله در موقع بحرانی انقدر اینا عشق به پهلوی ها داشتن، چون وطن پرست میدونستن کل جریان پهلوی رو، انقدر اینا عشق به این پهلوی ها داشتن که بلا فاصله میرن به کمک پسرش. حتی ما میدونیم که مرحوم فروغی هم یه سری کدورت ها بینشون با رضا شاه بزرگ به وجود میاد، ولی مرحوم فروغی چطور میره دست پسر
همون پدر رو میگیره و کمکش میکنه و در اون برهه سخت تاریخی واقعا یاری میرسونه بهش و در همون کابینه مرحوم فروغی خود شخص امان الله جهانبانی هم وزیر کشور میشه و در کابینه سهیلی بعدم وزیر جنگ میشه. بسیار مورد لطف آریامهر قرار داشت. همون اول آریامهر از ایشون دلجویی میکنه، بعدن هم بسیار مورد اعتماد و اطمینان آریامهر بود، بسیار مورد لطفش بود. رئیس شهربانی کل کشور میشه در دوران آریامهر. از سال 1328 به بعدم شادروان امان الله جهانبانی 6 دوره متوالی تا آخر عمر سناتور میشن. یه چند تا تصویر کوچیک ببینیم از امان الله خان جهانبانی و کودکی و جوانی نادر. به تیمسار سپهبد نادر جهانبانی. ببینید، همگی شاید اطلاع داشته باشید که در دوران پهلوی ها از زمان رضا شاه بزرگ و بعدها هم که توسط آریامهر کاملا این رویه ادامه پیدا میکنه، ایرانیان بسیاری در زمینه مختلف علوم و فنون فرستاده میشن به بالاترین مراکز، دانشگاه ها، مدارس و آکادمی های مختلف پیشرفته جهان در زمینه تمام علوم که برند همه این علوم رو فرا بگیرند و به ایران بازگردند و بعدها خودشون مربیانی بشن برای ایرانی ها در تمام زمینه ها. این در همه چیز هست، در صنعت، اقتصاد، کشاورزی، پزشکی، همه اینها. و واقعا اومدند و همشون بعدها شدن اساتید دانشگاه ها، شدن مربیان، معلمان و کسانی که جوامع بعدی رو، یعنی نسل های بعدی جامعه ایران رو به بهترین نحوی آموزش دادن. اما خب این قضیه در مورد مسئله نظامی هم بوده و به بهترین مراکز نظامی دنیا فرستاده می شدن جوانان ایران که برن و تحصیل کنن در امور نظامی و فنون نظامی رو بیاموزن و بعد بیان و خودشون مربیانی بشن برای نسل‌های بعدی. اونطور که من از مادر بزرگم شنیده بودم، پدرم از بچگی علاقه عمیقی به پرواز کردن داشتن و در همون زمان یک شنل رو دوششون مینداختن و دستاشون رو مانند بال باز میکردن و به قول مادر بزرگم از رو دیوار پرواز میکردن. بالاخره در سن 18 سالگی آنقدر اصرار کرد که ایشون رو به دانشگاه نیروهای روسیه فرستادن که خلبانی بیاموزن. یه نکته جالب در مورد نادر جهانبانی این هست که نادر جهانبانی
از هر دو بلوک شرق و غرب میره و در بالاترین آکادمی های نظامی تعلیم میبینه. ببینید، اتحاد جماهیر شوروی به لحاظ قدرت هوافضای قدرت خیره کننده بود. یعنی میدونی قضیه یوری گاگارین و اولین گردش دور ماه که صورت میگیره و اینها، و کلن هم در زمینه نیروی هوایی، در زمینه بحث هوافضا و در زمینه ارتشش بسیار ارتش سرخ، ارتش قدرتمندی بود. حتی در زمانهایی، در مقاطع کوتاهی در رقابت با ایالات متحده پیش می افتاد، یعنی رقابت تنگاتنگ داشتن با هم. یکی از برترین مراکز آموزشی وقت آکادمی نیروی هوایی شوروی بود که نادر جهانبانی در آکادمی نیروی هوایی روسیه آموزش می بینه و به دانشگاه نظامی می. بعدها دوره تکمیلی مخصوص آموزش جت رو هم در آکادمی در آلمان غربی که دیگه مرکز اصلی ناتو در اروپا بعدها شد و در اونجا هم این مرکز تحت نظر بزرگترین متخصصین آمریکایی بود، ایشون آموزش خاص جت رو هم اونجا میبینه. سروان جهانبانی و سایر مربیان ایرانی جت دوره تعلیمات عالیه پرواز با جت را در آلمان طی کرده، در شمار بهترین مربیان جهانی جت هستند. نکته جالب اینه که بعدها تیم آکروجت تاج طلایی که نادر جهانبانی بنیانگذارش میشه در ایران، بعدها این تیم در مسابقات جهانی هم از آمریکا هم از روسیه شوروی پیشی میگیره و رتبه اول رو کسب میکنه. یک خلبان متخصص در سطح جهانی میشه نادر جهانبانی. ولی قبل از اینکه به این بحث آکروجت تاج طلایی برسم و سایر مسائل، یه نکته بهتون بگم. این که ببینید دوستان، از اونجایی که نادر جهانبانی آموزشش رو در روسیه دیده بود، به زبان روسی مسلط بود، در یک سفری که پادشاه میره به دیدار خروشوف، آریامهر میرن به دیدار خروشوف، و داستان این سفر رو من قبلا کامل توضیح دادم، خیلی طولانیه نمیتونم توضیح بدم. یه چیز خیلی خلاصه بهتون بگم، اینه که خروشوف اول سعی میکنه که به پادشاه بگه بعد از استالین در دوره ما دیگه ما روشمون تغییر کرده. اول خیلی استقبال گرمی از پادشاه میکنه، بعد یه جا در سر میز نهار میگه ودکا بیارید، و ودکا رو سر میکشه، لیوان ودکا رو مست میکنه خروشچف، و شروع میکنه تهدید کردن پادشاه ایران که ما شما رو له خواهیم کرد و ما شما رو نابود خواهیم کرد اگر به پیمان سنتو بپیوندید، و از این مسائل. و حالا ریاکشن پادشاه فوق‌العاده جذابه که یه جرعه از همون ودکا مینوشه، بقیهش رو خالی میکنه در لیوان گل روی میز، و خیلی مسائل جالبی هست. کاری ندارم، اینو قبلا توی برنامه توضیح دادم، ولی یه چیز جالب اینه که اون زمانی که خروشچف عصبانی میشه، مست میکنه و اون حرکات رو انجام میده در اون جلسه، بعدها یاد شده که چه مثلا جنرال جانوف رو نشونده بوده کنار خودش. جانوف کیست؟ جانوف فاتح برلین در جنگ جهانی دومه، کسی که هیتلر رو شکست داد، یک ابر
اسطوره نظامی مثلا تاریخ شوروی، اون رو نشونده بود کنار خودش که مثلا ایجاد فضای روبو وحشت کنه. و چیزی که خیلی ها ازش یاد کردند این است که در اون دیدار هم ایرانی ها هم روس ها بعدن مطالب نوشتن در این مورد، در اون دیدار نوع برخورد و اون ابهت و نوع این مسائل تیمسار نادر جهانبانی بود که از طرف نیروهای نظامی ایران در کنار شاهنشاه نشسته در مقابل ژانوف، که خیلی این مسئله خیلی آر تحت تاثیر قرار داد که این فضای تهدید رو چجوری نادر جهانبانی از طرف ایران باش مقابله میکرد در اون جلسه و اینها. این مسائل خیلی شهره کرد نادر جهانبانی رو در بین بلوک شرق، و اینکه رتبه اول رو به دست آورده بود، تونسته بود شکست بده هم شرق رو هم غرب رو، نیرو هوایش رو در مسابقات آکتوجت تاج طلایی و اینها. کل این مسائل یعنی هم از این جهت که ایشون در بلوک شرق شناخته شده بود، هم به خاطر اینکه زبان روسی میدونست و هم به خاطر اینکه به عنوان یک خلبان فوق متخصص کاملا شناخته شده بود، باعث شد که در تقریبا تمام سفرهای خاندان سلطنتی، چه اولیا حضرت شهبانو فرد پهلوی، چه ولایت عهد و چه علی حضرت شاهنشاه آریا مهر، ایشون به همراه خاندان سلطنتی در مجموعه کشورهای بلوک شرق این خانواده رو همراهی میکرد. بحث آکروجت تاج طلایی چی بود؟ خب ایشون بنیانگذاری کردند آکروجت تاج طلایی رو در ایران. و ببینید یه اهمیت فوق‌العاده که بعداً قهرمانان جنگ ایران و عراق هم لایوشون پخش میشه به شما توضیح میدن این هست که آکروجت تاج طلایی علاوه بر این که قدرت نیروی هوایی ایران رو به رخ جهانیان میکشونه که در ماجرای اروند رود اهمیتش رو خواهید دید و به تمام دنیا قدرت نیروی هوایی ایران رو نشون میده، یه مسئله دیگه اینه که در بین جوانان خود جامعه چه جاذبه ایجاد میکنه برای نیروی هوایی و چقدر جذب میشن، علاقمند میشن به ارتش و نیروی هوایی برای اینکه بیان عضو شن، بیان بپیوندن با ارتش ایران. و میگم یه بحثی هم بحث اقتدار نظامی ایران رو به رخ جهان میکشونه. از پشت استند تیم آکروجت تاج طلایی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران.
عزیز. ببینید، یه مسئله‌ای که برای خیلی ها غیر قابل درکه، غیر قابل فهمه، البته طبیعیه، خب همه افراد که یه مقدار هم‌اندازه آگاهی ندارن، سطح فکر ندارن و خیلی ها ساده هستن، ابله هستن، خیلی راحت تحت تأثیر هر تبلیغاتی قرار میگیرن و یه مسئله رو که نمیتونن متوجه بشن، بازدارندگی ارتش شاهنشاهی ایران از جنگ بود. یعنی بعضی ها نمیتونن بفهمن که اقتدار ارتش شاهنشاهی ایران در این بود که جلوی تمام کشورهای دنیا رو میگرفت برای اینکه فکر کنن بخوان به ایران حمله کنن، برای اینکه فکر کنن بخوان با ایران بجنگن. همین عراقی که 8 سال جنگ رو به ایران تحمیل کرد در دوران آقایون و حضرات، پیشتر در ماجرای در اروندرود با ایران درگیر میشه، اختلاف مرزی شدیدی به وجود میاد بین دولت حسن البکر و معاون صدام با دولت شاهنشاهی ایران. عراق و ایران در این اختلاف مرزی سر بحث اروندرود با هم اختلاف دارند. دولت شاهنشاه ایران تأکید میکنه که مرکز عمیق رودخانه باید به عنوان خط مرزی در نظر گرفته بشه، که دولت عراق نمیپذیره این قضیه رو. و بعد دولت عراق عنوان میکنه که هیچ کشتی حق نداره بدون پرچم عراق از اروندرود رد بشه، که تهدید میکنه، بحث بالا میگیره، دو طرف ایران و عراق آرایش جنگی میگیرن. در 20 آوریل 1969 صدام حسین تکریتی اعلام میکنه که اگر یک سرباز ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه پرعمق اروندرود شنا کنه، ما اون رو در جا خواهیم زد. در 21 آوریل 1969 سفیر آمریکا در ایران به پادشاه ایران میره سراغ پادشاه ایران. این در اسنادی که چاپ شد بعد از سری محرمانه در اومد موجوده. میره سراغ پادشاه ایران و به ترس از دخالت شوروی که عراق تحت حمایت شوروی بود، به پادشاه ایران اعلام میکنه که هیچ حرکتی نکن، هیچ کاری نکن، ما خودمون بحث و مذاکره رو پیش میکشیم. در 22 آوریل 1969 بدون خبر قبلی، کشتی بازرگانی ابن سینا با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و با اسکورت ارتش شاهنشاهی وارد عمیق‌ترین جای رودخانه اروندرود میشه، از خرمشهر به حرکت در میاد و بعد از 6 ساعت وارد خلیج نیرگون همیشه که فارس میشه و در هنگام حرکت کشتی پرغرور ابن سینا، شاهنشاه بدون اینکه مستقیم به صدام حسین خطابی کنه در روزنامه لوماند به جهانیان اعلام میکنه اگر عراق یک تیر شلیک کنه، ظرف 48 ساعت بغداد را فتح کنه. عراق حتی جرأت نمیکنه یک تیر هوایی شلیک کنه. اما دوستان یه چیز جالبی براتون بخونم. در اون زمان فرمانده وقت نیروی زمینی تیمسار آرتشبود مینباشیان بوده. یک مکالمه بین ایشون و ناخدا رمزی عطایی که ناخدای کشتی پرغرور ابن سینا بود رو براتون میخونم. به او گفتم میدانی که 7 موشک‌انداز میخواهند بزند غرقت کنند؟ خب میدونی که نیروی عراق هم اومده بود در امتداد اروندرود نیروهاشو گذاشته بود دیگه. آرتشبود مینباشیان به ناخدا رمزی عطایی میگه میدانی که 7 موشک‌انداز میخواهند بزند غرقت کنند؟
رمزیت های جواب میده: یک موی بایندور فدای 100 تا من، بایندورها کشته شدن، من هم فدا میشوم برای مملکتم. مینباشیان میگه: دستش را فشار دادم و گفتم یک مو هم از سرت کم نخواهد شد. گفت: چطور؟ گفتم بالای سرت 4 تا F5 میپره، بالای آنها فانتوم میپره. میدونی توش کیست؟ نادر جهانبانی آن بالاست. دلگرمی که ناخدای کشتی اون لحظه که در اروندرود داره پیش میره، وقتی به آسمان نگاه میکنه میبینه عقاب آسمان ایران اون بالا سرش مثل یک محافظ قدرتمند داره پرواز میکنه، چقدر مهمه. و اینکه دولت عراق، همون دولتی که 8 سال کشور ما رو نابود کرد، این همه ضرر اقتصادی، این همه جوان پرپر، این همه شهید نازنی، جرأت نکرد یک تیر هوایی هم شلیک کنه. عراقی ها گفتن ما میزنیم، ایرانی ها دستور دادن که یک اسکادران نیروی دریایی جلوی کشتی حرکت بکنن و یک اسکادران هوایی هم از بالا سر. عراقی رد میشد، تمام توپ ها لوله هاشون فرود آمد. اما از گلنار جهانبانی هم در این مورد براتون بخونم. پدرم در آن زمان، در زمان رویارویی ایران و عراق سر قضیه اروند، مدت 3 سال بود که در پایگاه وحدتی دسفول بود. من در آن زمان 12 سال داشتم و خوب به یاد دارم که پایگاه آماده جنگ شده بود، ولی پدرم قبل از پرواز به طرف کشتی به من گفت: اینها عراقند، ما با آنها مجال نخواهیم داد که یک تیر بزنن، اصلا نگران نباش دخترم. و بله، همون آقای صدام حسین تسلیم خواست دولت شاهنشاه ایران میشه و در الجزایر اون چیزی رو که ایران به عنوان خط مرزی میخواست و میشناخت به رسمیت میشناسه و قرارداد الجزایر رو امضا میکنه. صدها تن از امرا و بزرگان ارتش رو در همون ابتدای شورش 57 اعدام کردند یا از کار برکنار کردند و فراری دادند. مسلمه اگر نادر و نادرها، اگر خسروداتها، اگر رحیمی ها، اگر همه اینها می بودند، کلاغ‌های بحثی جرأت نمی کردند حتی در آسمان ایران لحظه‌ای ورود کنند، چه برسه به اینکه بخوان 8 سال مملکت ما رو دوچار جنگ مخرب کنند. من در زمینه آرتش شاهنشاهی ایران برنامه‌ای دارم به نام حقایق آرتش شاهنشاهی چیست، که در این برنامه نقش باقی مانده آرتش شاهنشاهی، چون آرتش رو که قلع و غم کردند،
در جنگ ایران و عراق نه از زبان خودم، از زبان قهرمانان جنگ ایران و عراق براتون در اون برنامه کامل توضیح دادم، اگر مایلید اون برنامه رو ببینید. اما دوستان، من یه خاطره کوچیکی از سرهنگ ناصر نیکروان خدمت شما عرض کنم و بعد میخوام صحبت‌های چند تا عزیز رو برای شما پخش کنم از خاطرات جالبی یا صحبت‌هایی که در مورد تیمسار جهانبانی دارن. سرهنگ ناصر نیکروان خاطره رو نقل کرده که یک روز هنگام رژه ناگهان گروهان را نادر جهانبانی توقف داد و فریاد زد یکی کلاهش لغ میزند. کی بود که میگه چه ترسی بین همه به وجود اومده بود و کسی جرئت نمیکرد که جواب بده. دوباره نادر فریاد میزنه بیاد بیرون کسی که کلاهش لغ میزند. خلاصه یکی میاد بیرون و نادر جهانبانی همون موقع کلاهش رو برمیداره و یک کلاه در سایز اون بهش میده و چیزی که عنوان میکنه این است: ای عزیزان من، نیروی هوایی قبل از نیاز به پرسنل نیاز به مرد شجاع مثل یک نفر را دارد. بعد از مراسم به این مرد یک هفته مرخصی بده و این گروهان هم به خاطر این یک نفر از چهارشنبه بفرست مرخصی. قهرمان جنگ خلبان مصطفی روستایی هم در مورد نادر گفته هنوز بعد از این همه سال از مهارت پروازی ایشان و آنچه در چشم دیدم در حیرتم. اما ببینید دوستان، من ابتدای بخشای از لایوی رو برای شما پخش میکنم از قهرمانان جنگ ایران و عراق که از اسطوره خودشون نادر جهانبانی سخن میگویند و بعدش هم یه بخش کوتاهی از صحبت‌های افرادی که نظامی نبودند. یکیشون راننده تیمسار بود، کسی بود که در دوره سربازی میره و در دوره سربازی که همه دوره نظام وظیفه میرن میره و میشه راننده تیمسار برای چند ماه و همچنین کسی که در خونه تیمسار به اصطلاح پیشکارش بوده، خدمتکار خانه بوده، خدمتگزار پیشکار بوده، پیشکار خانه تیمسار بوده. مجموعه اینها رو ببینید شیرین و جذاب هست، به خصوص اون بخش های که این عزیزان نظراتشون رو مطرح میکنن و بعد باز خواهیم گشت. من محمد رضا زارع نژاد اشکزری، فرزند غلام رضا، متولد سال 1328، خلبان F5، و افتخار میکنم که تونستم یکی از سربازای این آب و خاک باشه. زادروز تیمسار جهانبانی رو مطرح کردید. خب ببینید، ما هممون، همه خلبانا واقعا اقتدا میکردن به این مرد. چیکار کرده بوده برای ما؟ مثلا که بگیم که آقا مثلا شخصی اومده بوده به ما یه چیزی تک تک داده، نه، ایشون منش داشته. چون آدم افتخار میکرده که بگه یه همچین کسی خلبان بوده، ما هم خلبان هستیم. دقت فرمودی، این بزرگان با این نحوه صحبت کردنشون، با این تحلیلی که میکنن، با این علمی که داشتن توی کار خود. جهانبانی یه اسطوره بود، هیچ وقت نمیشه یه اسطوره با چیز دیگه مقایسه کرد. سالگردش همیشه زمینه که شادی آفرینه، حزنوی میزم هست. تو شادی به این میکنی که یه همچه عجوبهی در کشور تو بوده که تمام دنیا اونه به عنوان یه جنرال 400 در هر ایرفورسی قبولش داشته. مغز بسیار عجیبی داشت، انسان بسیار والایی بود، بی نهایت افتاده بود، به هیچ عنوان از خودش تعریف نمی کرد، کمال آشنایی با مسائل رو داشت، متخصص در انجام حل مسائل عجیب و غریبی بود که در ایرفورس وجود داشت. این بشر به قول خودش که میگه همیشه بریم توی شکم اشکال، و این تیکه کلامش بود همیشه وقتی یه مشکلی پیش اومد و میرفتم پیشش میگفتم، نمیگه حالا چیکار کنیم، میگه خب بریم توی شکم اشکال بازش کنیم ببینیم چیه و چطوری میتونیم حل کنیم. چه شما سه تا اسطوره امشب این بالا هستید، برای اینکه واقعا هر سه تون بوی تیمسار جهانبانی رو میدید، هر سه تون سه تا از بزرگان نیروی هوایی هستید. من سر تعظیم فرود میارم جلوی تک تکتون، جان فرغانی عزیز، جان عزت‌ستای عزیز و جناب صابونچی عزیز. خدمت رو عرض کنم که برای که تو اسطوره باشی باید تمام کرکترهای اسطوره داشته باشی تو زمینه‌های مختلف. آقای جهانبانی یه دونه خلبان ساده نبود،
یه برنامه‌ریز استثنایی بود، یه مدیر استثنایی بود. نه تنها فن پرواز رو، بلکه اون جوانمردی و متانت و بردباری شو. فقط میتونم بگم که الان بهمن یه لغت خیلی خوبی استفاده کرد، واقعا بی نظیر، یعنی نظیرش رو من فکر نمی کنم که داشته باشیم. ببینید تیمسار جهانبانی خونش مهردشت کرج بود، باند خونش باند داشت، هواپیمای سسنا داشت، مال خودش بود، هر روز با هواپیمای سسنا میرفت دوشان تپه، محل کارش اونجا بود، با هواپیما میرفت و میمد. هواپیما جلوی در خونش پارک بود، ولی نرفت، چون فکر میکرد که من که جز خدمت به وطن کاری نکردم که هر کسی بیاد اینجا اینو باید تشخیص بده، و اگر رفته بود جاودانه نمیشد. نادر جهانبانی مون تا جاودانه بشه. دلیل این که هیچ دلیلی ندار محاکمهش، هیچ دلیلی ارائه ندادن، فقط یک اون جمله معروف مفسد فی الارض رو بهشون بستن، و تنها دلیلی که اعدام شد محبوبیت فوق‌العاده جهانبانی در نیرو هوایی و ارتش بود، تنها دلیلش همین بود، هیچ دلیل دیگه برای اعدام که نه، از بین بردنش، واقعا جاودانه کردنش هیچ دلیل دیگه نداشتن و ارائه ندادن. جهانبانی رو هیچ کسی اعدام نکرد، هیچ جهانبانی نمرده، جهانبانی دستور تیر رو خودش ایستاده داد، ایستاده وایساد و خودش دستور داد بکشینش. جهانبانی هرگز نمرده، جهانبانی جاودان شده، خودش، اسمش، نام همه چیش در تاریخ جاودانه. یعنی صدها سال دیگه، هزاران سال دیگه از جهانبانی به نیچی یاد خواهد شد. جهانبانی یک ایرانی به معنی واقعی بود، یک وطن پرست به معنی واقعی بود. این در مورد وطن پرستیش. یک سرباز بود که آریو برزن، من فکر میکنم که شاید برابری میکرد، حالا ما آریو برزنه که فقط تو تاریخ میشناسیم، ولی چون انقدر در موردش خوندیم و دیدیم و شنیدیم، من چون با تیمسار جهانبانی چند سال کار کردم در پایگاه دسپور، این احساس شخصیمو میگم که یک سربازی بود که از نظر من با آن چیزی که خوندم با در مورد آریو برزن برابری، اگر بیشتر نبود کمتر نبود. ایشون در شرایطی تیم آکروجت رو مجدداً به پایگاه وحدتی آورد و شروع کرد، چون قبل از اون یه پریودی F5 پرواز میکرد آکروجت. ایشون اومد شد جانشین تیمسار قندهاری در پایگاه دسپور. اسمن جانشین تیمسار قندهاری بود، ولی عملاً فرمانده پایگاه چهارم شکاری بود. پایگاه شکاری هم، پایگاه دسپول هم میدونین، همیشه از بعد و شروعش یکی از عظیمترین پایگاه های نیرو هوایی بود که ایشون اومد شد جانشین در یک پریودی، یعنی سالهای 46-47. تیم آکروتو در زمانی شروع کرد، من خواهش میکنم اگر چشتونو ببندین، اون کسی که داره الان صحبت‌های منو میشنوه، اهمیت و ابهت این کار رو در نظر بگیرید. ایشون با درجه سرتیپی یک کاری شروع کرد، 6 نفر خلبان صدفان یک جوان رو آورد و آموزش داد. این یک شهامتی میخواست که الان آقای فرغانی و آقای صابونچی جلوی من نشستن و شخص خود شما آقای حمزه‌ای میدونین من چی دارم میگم. 6 تا خلبان جوان توی تیم آکروجت بدون داشتن، البته فرمشن پرواز میکردیم، ولی اون ظرافت و کار رو نداشت و ایشون این شهامت رو داشت. یک لحظه فقط چشتون رو ببندین، اینو تجسم بکنید، یک کسی در موقع فرماندهی پایگاه با درجه سرتیپی، با درجه امیری
میاد یه همچی تشکیلاتی درست میکنه که چیکار بکنه که این تشکیلات نمایش بده به طبقه به نسل جوان ما بگه که این زیبایی از آن شماست، همه رو تشویق بکنه به این کار. این انگیزه ایشون بود به عنوان یک آدم وطن پرست و یک سربازی مترادف با آقای آریابرزی. این در مورد پروازش بود و من فکر نمی کنم که نمیدونم چاکیگر کیه، من فکر نمی کنم شاید ایشون یکی از شاگردان جهانبانی میتونست باشه. مرحله بعدی ابتکاراتش این تیم بارگیری مهمات بود، بهش میگفتیم لودینگ. این یکی انقدر در زمان جنگ، به خصوص اون کسایی که بهمن باید خیلی خوب بدونه، ما ترنران در زمان تمریناتی که ایشون بنیانگذاری کرده بود تو نیروی هوایی به 7 دقیقه، اگر درست یادم باشه این عدد 7 دقیقه رو، حالا شاید یه دقیقه این بر اونور باشه، شاید بهمن بهتر من یادش باشه، تیم بارگیری مهمات ما قادر بود که هواپیمای F-86 در زمان 7 دقیقه بارگیری مهمات بکنه، یعنی ترنران بکنه. این کجا به درد ما خورد؟ اون زمانی که پایگاه دستور داشتن تخلیه میکردن هواپیمای F-5، این انات یعنی میومد میشست 7 دقیقه بعدش دوباره این هواپا بلند میشد. این بارگیری مهمات از افتخارات نیرو هوایی بود و ما در زمان جنگ بسیار بهره بردیم. مبتکر و بنیانگذار شخص تیمسار جهانبانی بود. حالا شما توجه بکنید، یک کسی تیم آکرچه با 6 تا خلبان جوان میره یه تمرینی میکنه، بر میگرده میاد میشینه، حالا میره بالا سر اون گروه فنی وامیسه تایم گیری میکنه که اونا این کار رو انجام بدن. بنابراین ایشون هم یک ایرانی وطن پرست بود، هم یک سرباز به تمام معنی بود. ای کاش امروز در میان ما بود. درود به روانش. من دلم میخواد هر موقع صحبت میکنم ایستاده در مورد ایشون احترام. آره والا قربانت بشم. مرسی. بیستید و چند ثانیه سکوت بکنید به احترام تیمسار جهانبانی بزرگم و بهرام هوشیار دوست عزیز ما. من پشت فرمون هستم. من از شما قبول میکنم، همه ملت ایران از شما قبول میکنم، سپاسگزارم. برم شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس، ندهم من ره به کسی در بزم یار، من باشم و بس، شاد و بیباک با عشقی پاک، بر این آب و خاک بپرم، ز جهان چو هما به دل آسمان. تپش قلب پر از امید من، تپش زندگیه، دل من دیده من، دنیای من، همه تابندگیه. شور من چشمه، شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس، ندهم من ره به کسی در بزم یار، من باشم و بس، شاد و بی باک با عشقی پاک.
خاک بپرم ز جهان چو هوا به دل آسمان. تا تیمسار تشریف آوردن و ما با اتفاق تیمسار به ما گفتن که بریم سعدآباد. من حقیقت نرفته بودم ولی خب من تهران رو کاملا بلد بودم. به اتفاق تیمسار اولین بار کاخ سعدآباد ما به اتفاق تیمسار من اون سرکار سوار تشریف بردن. من به اتفاق تیمسار رفتیم کاخ سعدآباد. از اینجا دیگه شروع شد. اولین باری که ما رفتیم اونجا دست فرمونت هم خوب بود حتما و تیمسار بله تیمسار اونجا فرمونت هم تاییده و ما دیگه اومدیم دیگه. وقتی اومدیم چون من میگم خیابونا رو خیلی آشنا بودم تا تجریش اومدم اون قسمت که میره سعدآباد خب اونجا همه ماشین نمیرفت اونجا بله اونجا پلیس یه توقف کوچه داشتم تیمسار نگاه کردن گفتن بفرمید. رفتیم داخل کاخ و رفتیم اولین بار بود رفتیم وارد کاخ شدیم. تا حالا ما کاخ هم ندیده بودیم. اونجا ایستادیم تا ما این در رو باز کنیم تیمسار خودشون پیاده شدند. برای این میگم به هر صورت هر چی بود من یه سرباز بودم. تیمسار پیاده شدن به من گفتم کنار بیستید. من رفتم راننده های دیگه هم بودن ما اون کنار ایستادیم. حدود ساعت 11 شب 11:30 شب بود ما اونجا ایستاده بودیم. تیمسار اومدن و گفتن بریم. به من گفت شام خوردی؟ گفتم نه تیمسار کسی چیزی به من نگفت. خلاصه خیلی ناراحت شد. تا اومدیم با اون شب با ماشین رفتیم کرج. خیابون هم حکومت نظامی بود. تیمسار محمدآباد بود. محمد شهر بود. من گفتم بله محمدآباد میگفتن دیگه. محمدآباد بود همه شده محمد شهر. بله بله. بعد ما رفتیم به من که رسیدیم اونجا گرام اومد دم در ما ماشین تا تیمسار رو پیاده کردیم. خدمتکار شخصی بله. تیمسار بود. یعنی آشپز بله آشپز تیمسار بود. بعد از خدمتش ایشون اومده بود اونجا در خدمت تیمسار بود. کار آشپزی میکرد در حقیقت. گفت یه چیزی بده حسین بخوره. اسمت چیه؟ گفتم که خب هم چیز شد. یه خود اونجا من گفتم حسین هستم تیمسار امری هست اینا. دیوان گفتش که گرام یه چیزی بده حسین بخوره و اون شب اولمون بود دیگه ما خب یه چند به استدا کرد فهمید حسینی اسمه. بله من یه خود خجالت کشیدم واقعا خجالت کشیدم. خلاصه اون شب ما یه مختصر شامی خوردیم و صبح زودم که چون پنجشنبه تعطیل بودیم دیدیم تیمسار در میزنه. نمیدونستیم برنامه چیه. بچه ها میگفتن تا هنوز چیزی نشد. منم آماده بودم لباسمون پوشیدیم دور منزل تیمسار. تیمسار جلو میدویدن ما چند تا سرباز با ارزش صبحگاهی داشتیم. جز برنامه روتینش جز برنامهش بود اصلا. بله بس واقعا میخوام بگم که بهترین دوران زندگی من بود. خدا میدونه چه جوریش این رابطه شکل گرفت اینقدر علاقه من شدی که ببینید بمونی بیشتر بشه تیمسار. چون سربازی معمولا جوده که آدم دوست داره زودتر ساعت 2 بشه و بذاره بره خونه. بله خدا میدونه این جذبه بله. این بله. این جذبه چی بود؟ من وجدانم منش تیمسار بوده ایشون بوده. خواهش میکنم ایشون یه رفعت خاصی داشتن در اینه که دیسیپلین نظام داشتن در که خیلی چیز بود یک رفعت خاصی داشتن. بعد ساعت این خیلی برام جالب بود. ساعت 4 بعد از ظهر 21 بهمن ماه اومد به من گفتش که حسین برعکس اون روز یه خود من تعلل کرده بودم حالا رو کارهایی که بود اینا نماز اولام خوندم اومد به نماز دوم تیمسار اومد داخل جایی که چای میدادن این آقایون چای میدادن کسی نبود دیگه. گفتش که حسین بریم تو باند همین دوشان تپه. گفتم بریم. ایشون گفت به من نماز سوال بودم یکیش مونده. گفت بخون بریم. اینا مفسد فی الارض بودن یعنی فساد رو در روی زمین گسترش داده بودن. اسلام رو زیر پا گذاشته بودن. قرآن رو به یه معنا اصلا قبول نداشتن. اصلا ملت مسلمان رو اینا هیچ قبول نداشتن. من توی خانواده مذهبی بودم ولی چیزی ندیدم غیر مذهبی که مثلا ایشون
چون همه مهمونی ها من بودم، من درسته پشت در بودم، من میدیدم، من چیزی ندیدم تیمسار مثلا بنده خدا به این سوال. اصلا هیچ موقع دیدی که تیمسار بهت بگه چرا نماز بخونی یا مثلا برای چی نماز بخونی؟ اصلا خدا میدونه، هیچ وقت، هیچ وقت. اصلا آدمی بود که توصیه پذیر باشه، پارتی بازی کنه، کار کسی رو به هیچ عنوان به توصیه کسی انجام بده؟ یکی از این چیزی که تو این هفت ماه یه موردش برای خود من اتفاق افتاد. من یه شوهر خاله‌ای داشتم، ایشون تکنسین هواپیمای F5 بود. ایشون نظامی بود. نظامی بله بله، تو هم نیرو هوایی و هوایی بود، نظامی بود، شوهر خاله‌ام بود. درجه صدفان یار بود فکر می‌کنم. حالا صدفان یک بود. حالا ایشون به من گفتش که حسین منو دارن می‌فرستن دسفور، اگه میشه تو با تیمساری بگو که منو نبرن. گفتم پس شما بیا چهارشنبه تیمسار پرواز دارن، بیا اونجا دم هواپیما، من اونجا به تیمسار میگم. این اولین خواهش من بود. شاید سه ماه چهار میشه باید میاره که این دیگه رو تا زمین نمیزنه. سه چهار ماه بود، من خب خیلی نزدیک شده بود سو استفاده کنه. حالا به این صورت ما به تیمسار گفتیم که تیمسار اگر نهتر مخصوصا چجوری بهش گفتی؟ یعنی تو ماشین بودی؟ با پرواز بود؟ کجا رو بان بود؟ کجا بود؟ تیمسار از هواپیما پیاده شد. آها، روزی که پرواز داشت. پرواز داشتن چهارشنبه. با F4 پرواز با F4 پرواز میکرد. از پلبون هواپیما اومدن. حالا بعدا راجع به این پروازهای روتین تیمسار هم صحبت بکنیم. بله. موضوع رو بگو. موضوع تو هست کنم. ایشون اومد پایین، من در رو باز کرد با همون لباس خلبانی نشستن که بیان. میمادیم داخل همین دیسپچ. اونجا لباسشون رو عوض میکردن. بعد تو این مسیر میخواستیم بیان، چون شوهر خاله من اونجا بود. بهش گفتم تیمسار یه مطلبی میخوام. در رو باز نگه داشتن. گفت بگو چیه؟ یعنی این یه دفعه چیز شد. گفتم ایشون شوهر خاله من هستم. یه چیز کرد و گفتم ایشون میخوام برستن دسفول، اگر میشه ایشون نفرست. گفت کی میخواد جای ایشون بره پس؟ نه ایشون باید بره. به همین صورت. گفت کی میخواد جای ایشون بره؟ پس کی جای این بره؟ بله به همین صورت. منم سیام ایشون هم دید. دیگه اومدیم و دیگه اون موقع ها موبایل و اینا نبود. دیگه اومدیم و حالا بسی که فرداش بود. من گفتم بالا تیمسار موافقت نکردم. من ندیدم توصیه ای بیاد. من ندیدم یه کار، حالا اسمشو چینه، پارتی بازی کنه یا راندخاری کنه. آره مثلا وجدانن من ندیدم یه همچیزی رو تو این مدت. این تیمسار رفتم داخل، من اونجا تو ماشین نشستم. اونجا من یه لحظه، خب آقایونه دیگه هم بودن، یه لحظه من پیاده شدم با لباس سربازی اتفاقا بودم. همین پامو گذاشتم پایین، یه سگ منو گاز گرفت. بعد داد زدم، یه خود ترسیدم و خلاصه نمیدونم چجوری شد به گوش تیمسار رسید. یه نیم ساعت بعد تیمسار اومد. یعنی من کلن فکر کنم اونجا یک ساعت بیشتر نبودیم. تیمسار اومد و به من گفت بریم منزل مادر. منزل مادرشون تو عباس آباد بود، انتهای اندیشه، که الان مدرسه است اونجا. من منزل مادر تیمسار اونجا الان مدرسه است. ما رفتیم منزل مادر تیمسار. تا اومدم در رو باز کنم، گفت راحت باش. ما اومدیم، تیمسار خودشون رفت جلو. به من گفت حسین بیا تو. ما اولین بار بود رفتیم منزل مادر تیمسار جهانبانی. مادر تیمسار برای من یه چایی ریخت، یادم دقیقا یه فنجون خیلی کوچیک برای من چایی آورد. بعد گفت خودش، نه اینکه خدم و نه 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 خود مادر تیمسار بنده خدا. منظرشون هم همین چیز که میرفتیم انتهای اندیشه پله میخورد میرفت پایین. مادرشون بود. من اولین بار ایشونو زیارتشون در حقیقت کردم. بعد با مادر صحبت کرد، گوره این سگ پاشو گاز گرفته. ایشون یه چایی برای من آورد، نشست با مادر صحبت کردن. بعد هم تو همون زنگ زدن به اورژانس. من اولین بار بود اورژانس تهران اونجا دیدم. یعنی اون روز به خاطر شما در واقع این کار کرد؟ بله. شما تو اون خیابون عراقی بودید، نزدیکترین فاصله به اونجا. بله اومدیم منظر مادرش بود. بله. در صورتی اگه ما میخواست تیمسار کاری نکنه، خب بعد رفتیم کرج دیگه. کرج. بله. بله. اومد اونجا منظر مادرش. بله. که زنگ بزنه اورژانس تهران بیاد. بله اورژانس اومد منو دید. فکر کنم یه آمپولم به من زدن. میزنن بعد بله. اینکه سگ گاز بگیره یه آمپول ضد حاری میزنن. بله بعد ایشون آژانس گرفت. من خوب یادمه منو فرستاد منزل.
بعد آره روز عروسی ما 17 فروردین ماه سال 54 بود که هنوز من سربازی نرفته بودم. بله که تو همین سر سرای کوچمون نوازنده ها ساز و دهل بود، اون موقع مطرب اینا نبود، می نواختن دهل و ساز. بعد مردم هم ما میگیم حالا کپی به قول ما اینجایی ها که دست جمعی رفته دست جمعی. بعد یهو یه سری گفتن که تیمشار اومد، تیمشار اومد. سر کوچه‌مون نگاه کردیم دیدیم بله یک خانم و آقایی، حالا من که میشناختم قبلا تو ساختمون کار میکردم اینا، انتظار نداشتی تیمسار با دختر؟ آره با گلی خانم عزیز، ببخشید گلی خانم، من یه موقع میگم گلی خانم، از همون موقع که همسن بودیم من صداد میکردم گلی خانم تو دهنم مونده. شما هم بزرگوار، از این بهتر از اینی که من بخوام اسمتون رو مخفف صدا کنم. در هر حال اومدم. بعد اون موقع فکر میکنم یه 20 تومن یا یک 10 تومنی هم سپه بود به این نوازنده ها، ما میگیم شاد باش شاباش دادن. بعد کادو چی دادن بهتون؟ آره کادو دادن. بعد گلی خانم پرسید خب ایشون دوماده؟ بله من. اونم منو میشناخت چون میومد تو ساختمون گاهی میدید ما اونجا شما خدمت میکردیم. آره نه کاملا منو بشناسه ولی میدونستن منم اونجا یکی از کارکنانم تا این حد. آره عروس خانم گفتم والا من که روم نمیشد حرف بزنم، سرم پایین بود، به الان نگاه نکنید این بابا. بعد حالا اطرافیان بابام بود، نمیدونم مادرم بود یا کسی بود، گفت که عروس هنوز نیومده خونه پدرشونه. بعد امیر سپه بود جاویدنام یک سکه هدیه به من دادن برای عروسیم، سکه پهلویه بله طلا اون موقع. بعد گلی خانم هم یه دونه دادن که گفتن اینم بدید از طرف من به عروس خانم. ببینید سنگین ترین به اصطلاح دیگه ناسزا ترین فوشش خرگوش بود، اونم دیگه خیلی عصبانی شد. نه گاهی وقتا مثلا میگفت که برو این کارو نکن، خب دیگه تکرار نشه. خیلی کلام تکی کلامش این بود که تکرار نشه، یعنی برای دومین بار دیگه اینو انجام ندی. اما گاهی که بیشتر عصبانی میشد یه مقدار مثلا دیگه حالا به حد تنبیه میرسید، این کلمه رو میگفت فقط خرگوش. نمیدونم این بقیه پوشای رکی گوتی آنکنان، من هیچ موقع نه تو زمانی که کارهای ساختمونی انجام میدادم نه تو زمانی که سرباز بودم رو نشنیدم. روح شاد باشه انشالله. خیلی صحبت خوبی داشتن، یعنی به خودش اجازه نمیداد بد دهن بشه. و یادمه که من باید همیشه بیدارش میکردم ایشون رو، هم به موقع میخوابید، نه اینکه حالا امشب حالا فیلم نگاه کنم حالا نمیدونم چی بعد حالا میخوابم، نبود، درست سر ساعت میخوابید ایشون و سر ساعت هم باید بیدار میشد. مثلا به هم میگفت رضا 6:05 منو بیدار کن، یعنی همون باید 6:05 بیدارش میکردم، اگه یه دقیقه کم زیاد این موقع صحبت میکرد. یه روزی خواب موندم من یهو بیدار شدم از خواب، دیدم مثلا 6:05 است یا ساعت 6ش شده 6:05. با ترس و لرز رفتم باید در رو میکوبیدم و اینم نبود که مثل ماها وقتی بیدار میشه دوباره بگیره بخوابه، حالا 5 دقیقه دیگه همچین چیزی نبود اصلا. از پشت در 2-3 تا تقه با انگشت که من به در میزدم میگفت بله بیدارم، دیگه تموم بود بله بیدارم، صبحانهش آماده میکردم. یه روز گفتی خواب موندی؟ آره بعد اون روزی که خواب موندم با ترس و لرز رفتم ضربه درم رو باز زدم و خب ساعت بالا سرشون بود، تو مچشون بود، دستشون بود، خونه ساعت داشتی و آره گفت که کجا بودی خرگوش، باز دیر بیدارم کردی. منم از ترسم هیچی پیدا نکردم بگم خوابم برده نمیدونم یا دیر خوابیدم چی، گفتم قربان ساعتمون خرابه. یه اومد تو دهنم گفتم ساعتمون خرابه ببخشید، گفت که به محمود میگم ساعت برات بخره و خرید او و یه ساعت دیواری. آره یه ساعت خریدن آوردن که دیگه هرچند من به ساعت مربوط نبود، خوابم مرده بود. لباس این سال رو میخواستی آماده کنی؟ آره اونم خاطره شیرینی بود. یک بارم اونجا به این خرگوش گفتیم خدای عمرش، یکی از دکمه هاش پرمسیتا دکمه دار دوست، آره یکی از دکمه هاش کنده شده بود، من دیدم داره میفته دیگه سرگوش. این رو نمیدونم اون روز چرا زود اومد خونه، قبل از 2:30 هیچ موقع خونه نمیومد ایشون.
با اون روز حالا کار داشت جایی، نمیدونم دربار میخواست بره جایی که حالا شاید نیم ساعت یا یک ساعت زودتر از یومی خونه اومده بود. چه جوری شد یه لحظه گفتم بذار بپوشم که این دکمهش بالا پایین نشه، دقیقا سر جاش بدوزم این دکمه سپه و جهانبانی رو یونیفرمشو که و پوشیدیش و پوشیدم که بپوشم. کلاشم آویزون بود یک کلاه دیگه، چند تا کلاه داشت دیگه، کلاه سلام و کلاه معمولی اینا. آره یه ها کلاشم گذاشتم سرم جلو آینه. آره آینه بود اونجا و نمیدونستی اون روز ایشون زودتر آمده؟ آره نمیدونستم که زودتر میان. آره اینه پوچیدم، بعد برعکسم از همون جایی که رفت آمد میکردن گاهی درست از بغل رستورخونه رد میشدم میرفتن. حالا استثنان اون روز اومده بود پایین یا من صدا کرده بود من نشنیده بودم، خب پایین بودم دیگه صداشو نشنیدم جواب بدم. آره یه دفعه اومد با هم روبرو شدیم، با هم که روبرو شدیم حالا به حالت تنبیه یا به حالتی نمیدونم شوخی، نمیدونم باید اسمشو من چی بذارم، که یه لحظه من اینجوری دید آره یه سلام نظامی داد به آره بعد من موندم. یعنی در واقع حالت رو تو کم کرد دیگه، گفت میخوای من سلام بهت بدم که آره من قفل کردم. خب یعنی وجدانن نفهمیدم غالب تویی کردی استرا. آره نفهمیدم باید چی بگم، چونم لرزید از ترس. حالا باد پشت همیشگیش خرگوش و نسا رو ما کرد که چرا یونیفرم منو پوشیدی؟ گفتم خب این دکمه شروع به کنده شده بود خواستم. گفت خب باشه این دکمه کلار چرا گذاشتی؟ خاطراتی از دوران درخشان رضا شاه کبیر، نبرد شکریازی و ساریداش اگر اشتباه نکنم. آره ساریداش که به قلم سپهبد امان الله جهانبانی پدر درسته؟ نانه پدر نادر جهانبانیه. حالا این کتاب چجوری الان به دست شما میگم خدمتتون؟ آره این تو کتاباش بود، چند تا کتاب داشت، یکی دو بار اینو توی ورق زدن یا توی خوندن دست من دیده بود، گفت که میخونیش؟ گفتم بله قربان میخونم. خب بعد یکی دو سه بار اول چیزی نگفت، بعد دفعه بعد برداشت دست دید. آره یه گفت که برش دوباره بخون، همین برش دوباره بخون، منم آوردم دیگه خوندم دیگه پسم نداد. خب دوستان از امیدوارم لذت برده باشید. امان الله خان اینا که از نوادگان قاجار بودن و خاندان جهانبانی به لحاظ ازدواج خسرو جهانبانی با شهناز پهلوی و همچنین به جهت ازدواج منیژه جهانبانی با غلام رضا پهلوی در واقع جزء خاندان پهلوی هم قرار جزء خاندان سلطنتی هم قرار گرفتن، ازدواج کردن با خاندان سلطنتی و از این نظر هم خیلی خاصه جایگاه خاندان جهانبانی که در دو دوره مختلف سلطنت در ایران اینها یا خودشون جزء اون خاندان سلطنتی بودن یا ازدواج کردن و ملحق شدن به خاندان پادشاهی ایران. تیمسار جهانبانی در اون اواخر مسئولیت تربیت بدنی هم بهشون واگذار شده بود. یه خاطره براتون بخونم از دکتر جهانگیر درویش از مفاخر طراحی و معماری تاریخ ایرانه که دوره دکتراش از دانشگاه پلی‌تکنیک شهر تورین ایتالیا گرفته، استادیوم تختی فعلی رو ایشون ساخت. میخونم براتون. آن زمان من خارج از ایران زندگی میکردم و برای مدتی که به ایران آمدم شهبانو فرح دیبا از طریق مجله ها متوجه حضورم در ایران شده و پیگیری کرده بود تا ترتیب ملاقات با ایشان داده شود. البته خیلی هم اصرار کرد که من برای زندگی به ایران باز کردم و در کشور خودم کار کنم زیرا مملکت به امثال ما نیاز دارد. ورزشگاه تختی که امروز تختی نام داره، این ورزشگاه در مدت 3.5 سال ساخته شد. وقتی آلمانی ها به من گفتند انجام این کار غیر ممکن است، من مطمئن بودم
که این کار ممکن است. تمام نقشه های ورزشگاه را با دست انجام دادم، زیرا آن زمان اصلا ابزار الکترونیکی یا کامپیوتر نبود. فردی به نام جهانبانی در تربیت بدنی وجود داشت که واقعا آدم پاکی بود. یک بار برای سرکشی به کارگاه آمد، داشتم داد می زدم. به من گفت داد ندارد. جواب دادم با من از این داربست 28 متری بالا بیا تا ببینی داد دارد یا نه. آن بنده خدا هم با وجود اینکه سنش خیلی از من بیشتر بود، 28 متر با من که نیروی جوانی بودم بالا آمد. وقتی بالا رسیدیم دستم را داخل یک تکه بتون کردم و بیرون آوردم و به اون نشان دادم و گفتم ببین بتون را با یونولیت پر می کند، این کار داد زدن دارد یا نه. جهانبانی سری تکان داد و دستش را روی شانه من گذاشت و گفت از من چه می خواهی؟ من هم درخواست کردم هیچ چیز نمیخوام، فقط هر یک شنبه ساعت 7 صبح به مدت 10 دقیقه به اینجا سر بزن. فهمید چه میخوام بگویم و تا انتها این کار را انجام داد. پیمانکار با دیدن او حساب کار دستش آمد و از آن روز به بعد میترسید. کلی از کارهایی که نمیتوانستم انجام دهم از زمانی که جهانبانی برای سرکشی آمد انجام دادم. ضمناً در دوران سپهبد جهانبانی بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی راه پیدا کرد. اما دوستان میرسیم به شورش 57. شبی در یک دوره همی ناگهان یک حس اختلال درونی به سپهبد جهانبانی دست میداد. ناگهان میز را ترک کرد و به بالکن رفت. به باغ خیره شد و پرسید به نظرت چمنها چه رنگی هستند؟ با تعجب گفتم خب معلومه سبز. سرش را تکان داد و گفت خیلی عجیبه، من قرمز میبینم، مثل خون که به زودی سرزمین دوست داشتنی من را میپوشاند. ببینید دوستان، شورش 57 پیش میره. در این مورد تا حالا برنامه ها بسیار ساختم. ماجرای 22 بهمن 57 و اعلامیه بیطرفی ارتش شاهنشاهی رو خب همینجا فقط باید در مورد تیمسار جهانبانی بگم که ایشون که امضا نکرد اصلا این اعلامیه رو، اصلا نبود در اون جلسه. و اما اینم که هر کسی هم که اونو امضا کرده خیانت کرده نیست، یه ماجرای پشت اون قضیه بود که چه افرادی چه گولی زدن بقیه رو و چه مقاومت های صورت گرفت و 9 صبح چه اتفاقی افتاد اونجا پیش از اینکه سایر عمرای ارتش بیان و اینها. تمام اینها رو من در همون برنامه افشای حقایق ارتش شاهنشاهی توضیح دادم، دیگه به این قضیه نمیپردازم. اما شورش 57 به نتیجه میرسه. از همه خونسردتر به دیوار تکیه داده بود و روبرو را نگاه میکرد. جلویش نشستم. به سبب سکوت و خونسردیش کمی دستپاچه شدم. سید احمد خمینی همراه هم بود. سوال کرد شما خارجی؟ فاجعه رو میبینید؟ فرزند رهبر شورش 57 احمد خمینی ملعون داره خطاب به سپهبد جهانبانی میگه شما خارجی؟ یعنی این شناخت رو این آدم از همچین فردی نداشته. اینا چطوری مملکت رو به دست گرفتن؟ ببینید چه بلایی بر سر نخبگان ایران آوردند. جهانبانی پاسخ داد من تا آنجا که میدانم، یعنی تا دیروز، نادر جهانبانی
افسر خلبان نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی و سرپرست تربیت بدنی بودم. با آرامش به من که خبرنگار بودم رو کرد و گفت اگر برای مردم چیزی نوشتید احساس خودتان را بنویسید، ولی اگر قرار است نوشته های شما را دشمنان مرز و بوم ببینند بنویسید نادر جهانبانی همه آنچه را که تا کنون انجام داده باعث افتخار خود میداند. کیفرخواست نادر جهانبانی در دادگاه حیرت انگیزه. واقعا شرم کلمه عدالت برای تاریخ. نادر یه بخشی شو ببینید، اصلا نادر جهانبانی با اشتغال در سمت‌های حساس نظامی و این اواخر در تصدی مشاغل ورزشی و نظائر عام، مملکت را در جهت منافع اجنبی به نابودی کشانده و مفسد فلعرض و محارب با خدا و نایب امام علیه السلام است. این شد اتهام. یک کلمه شما بگید، یه ماجرای خاص، یه اتفاق خاص در مورد حتی یک نفر خاص، حتی یه دونه شاکی، هیچ. اولا خون میخواستند، ثانیا مسئله دیگه اینه که واقعا میترسیدند از نادر. و اون سرگذشت بانو هلن هست، واقعا عجیب سرگذشت ایشون. کسی که در سنین جوانی سرخا وطنش رو ازش گرفتند، چندین سال بعد، چند دهه بعد، این بار در ایران وطن جدیدش، ارتجاع سرخ به همراهی ارتجاع سیاه پاره تنش رو ازش میگیرند، عزیزش رو ازش میگیرند. چرا تأکید میکنم بر ارتجاع سرخ در کنار ارتجاع سیاه خمینی ملعون و خلخالی ملعون؟ برای اینکه تک به تک احزاب کمونیست بدون استثنا در خون افسران دلاور ارتش شاهنشاهی ایران مسئول مستقیمند. تمام این احزاب از حزب توده، فدایان، مجاهدین که هیچی، حزب پیکا، چه تمام این احزاب میشستن در روزنامه هاشون تیتر میزدن، مقاله چاپ میکردن، سخنرانی میکردن و از خلخالی میخواستند که اعدام ها رو بیشتر کنه، از دادگاه انقلاب میخواستند که تا میتونه ارتشی کشی کنه. حتی پشت در دادگاه اجتماع میکردند و فریاد میزدند خلخالی خلخالی اعدام نکنی خائنی. شبی از نیمه گذشته که در زندان به خواب رفته بودم، ناگهان دست من را تکان داد. وحشت زده از خواب پریدم. تصور کردم برای اعدام بیدارم کردند، اما نادر جهانبانی را بالای سر خود دیدم. یک کیسه نایلونی محتوای چند سیب و پرتقال به طرفم دراز کرد و با نهایت خونسردی، مانند این که حکم مرخصی از زندان دریافت داشته است یا داستانی را تعریف می کند، گفت منصور جان، مرا دارن میبرند که اعدامم کنند. این چند تا سیب و پرتقال را که داشتم برای تو آوردم و با تو وداع میکنم. من از شجاعت و خونسردی این مرد مقابل مرگ حیرت کردم و هرگز این خاطره و آن منظره را فراموش نمیکنم.
جدیدترین وجهی آنها سرکوب و نابود خواهند شد، در دادگاه خلق محاکمه و محکوم به اعدام شدند که حکم بلافاصله در مورد ایشان اجرا می شود. آتش. رادیو گوش میکردم که یه دفعه اعلام کردن که امروز صبح این تعداد کشته شدن. اول اسمم پدرم بود که اصلا دنیا سیاه شد برای من. بعدم اجازه نمیدادن هیچکی بره برشون داره جز یک نفر، مادر بزرگم طبیعتا میخواستن برن. فردا صبح زودش مادر بزرگم رفتن بهش زهرا و پدرم رو دفن کردن تنهایی با یه راننده هم باشون. من زندان بودم اون موقع، بعد مادر بزرگم برام تعریف کردن. یه روزی تلفن زنگ میزنه، یه مرد جوانی صحبت میکنه بعد با گریه که خانم جامانی منو ببخشید. چرا؟ گفت من کسی بودم که به پسرتون تیر زدم موقع اعدام. گفت من اول که با پسرتون آشنا شدم تو زندان خوشم نمیامد ازش، بعد یواش یواش مرید اون شدم و دیدم تنها خدمتی که میتونم بهش بکنم که با یک تیر خلاصش کنم، که درست دمشون فقط یک تیر طول لباس هست، بقیه رو میدونی که رگبار میزدن بهشون. و در را خیلی عذرخواهی کرد و خیلی تعریف کرد از پدرم و گفت این خدمت رو من فقط تونستم بکنم که با یه تیر خلاصشون کنم. کرد عجب. اون تماس گرفت با مادر بزرگم و اینا رو بهشون گفت. مادر بزرگم وقتی از زندان آمدن بیرون برام تعریف کرد. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت هست. یه طبیبیست که چاقو را برداشته و این جامعه را از شر یک موجودی که اگر باشد فاسد می کند جامعه را، از شر این نجات می دهد جامعه را. یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشد یه جامعه اصلاح میشد. آقای خلخالی چطور شد آیت الله خمینی شما را انتخاب کردن؟ چه خصوصیاتی در شما میدیدن؟ حضرت امام ما را از بچگی میشناختن. من از بچگی با آقای حاج آقا مصطفی هم مواسه بودم، رفیق بودم و رفت آمد به خانه امام داشتیم. روی این جد امام از درستی ما، از نترسی ما واقعا خوششون میومد، همیشه ما را تشویق میکردن در این جد. روی این جهت ما این سمت را قبول کردیم و با کمال قدرت وارد مبارزه شدیم. آیا هیچ موردی بوده که مثلا چون بعضی ها در همون موقع ایرادهایی وارد می کردند که مثلا زیاده روی شده یا از این حرفا؟ یک جمله آقای خمینی اعتراض به من نکرد چون من تسلیم او بودم. اگه به من می گفت فلان کار را نکن که نمیتونستم بکنم. دور من مسلح بودن، افراد پاسدار بودن، کمیته چی بودن. می شد غیر از فرمان امام خمینی که چیز دیگر هم اونجا گفت. آقای خلخالی شما وجدانتون کاملا راحت هست الان که حکم این افراد به اون شکلی صادر شد که صادر شده؟ مگر همه اینا زنده بشن بیان دوباره محکوم به اعدام میکنه؟ اما کمالی یکی از تفنگچی‌های خلخالی که بعدها از ایران خارج شد، از لحظه اعدام تیمسار چنین چیزی رو میگه که برای آماده کردن تیربار و اینها داشتند کار انجام میدادن. از وی پرسیدند برای آخرین بار چه میخوایی و او به افسر تیربارش چنین میگوید: فقط میخواهم در هنگام تیربار چشمانم را باز کنی تا شاهد پرواز گلوله ها باشم. بروم شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس. ندهم من ره به کسی در بزم یار، من باشم و بس. شاد و بیباک با عشقی پاک، بر این آب و خاک بپرم. Oh, oh, oh.
تپش قلب پر از امید من، تپش زندگیه دل من، دیده من، دنیای من، همه تا بندگیه شور من، چشمه نور من. خب دوستان عزیزم، من در انتها جا داره یک سپاسگزاری ویژه بکنم از یک صفحه اینستاگرامی که از بسیاری از منابع تصویریشون در عکس‌ها و جای دیگه استفاده کردم در این مستند، در این برنامه. و همچنین باید خدمت همه شما عزیزان عرض کنم که من برنامه‌های متفاوتی درباره ابهامات مربوط به تاریخ دوران پهلوی ساختم، مثلا قضیه جدای بحرین از ایران، کاپیتولاسیون آمریکایی‌ها حقیقتش چه بود که اصلا قرارداد ویهم بود، چیزی به نام کاپیتولاسیون هیچ وقت در زمان پهلوی دوم امضا نشد، روابط رضاشاه بزرگ با انگلستان واقعیتش چه بود بر اساس اسناد محرمانه بریتانیا، نبرد بزرگ شاه با آمریکا رو بر اساس اسناد اصالت محرمانه خارج شده ایالات متحده باز اون رو ساختم، و برنامه‌های متفاوتی که در مورد پهلوی ها وجود داره. همچنین در مورد شخصیت ها برنامه‌ای در مورد امیرعباس هویدا دارم و برنامه‌ای در مورد دکتر فریدون فرخزاد، برنامه آخرم، چون من دو تا برنامه ساختم، برنامه آخرم به نام مستند شرقی غمگین که در این برنامه به طور کامل توضیح میدم که دروغ بزرگی که صادراتی‌ها به خورد جامعه دادن که یه چیزی رو به عنوان مصاحبه آخر دکتر فرخزاد پخش کردن، در صورتی که مصاحبه مال دو سال پیش از قتلشون بود، و اینکه میگن در آخر تغییر عقیده داده. من فیلمی از ایشون پخش کردم دو هفته قبل از قتلشون، قبل از اینکه بیان برگردن به آلمان، در کانادا چطور حمله میکنه به جمهوری اسلامی، و خیلی مسائلی پر از اسناد هست اون برنامه، و راز قتل فریدون فرخزاد به طور کامل افشا شد در اون برنامه. این رو خدمت همه دوستان عزیز باید عرض کنم که من تصمیم دارم که به این راه ادامه بدم، تک به تک اون سرف‌های تناوری که بر زمین افتادند، در خون پاک خیش غلطیدند و اما نگذاشتند تا درفش سرنگ شیرو خورشید نشان بر روی زمین بیفته، در موردشون برنامه خواهم ساخت. تمام شهدای ارتش شاهنشاهی، تمام شهدای دلاور تاریخ معاصر ایران که به خاک و خون کشته شدند توسط ارتجاع سرخ و سیاه، در مورد همه‌شون برنامه خواهم ساخت به مرور، و سایر برنامه‌هایی که مربوط هست به مسئله مهم تاریخ معاصرمون. کودکانی که فردا دنیا می‌آیند باید چراغ راه خیش را داشته باشند، و تمام این بزرگان سمبل‌های ناسیونالیسم اصیل ایرانی بودند که تنها و تنها راه نجات ملت ایران در این بزنگاه تاریخی است. شاد، پیروز، سربلند و سرفراز باشید پاینده ایران. دعوتتون میکنم که مستند شرق غمگین فرخزاد رو اگر ندیدید ببینید. پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود، تا دیدار بعد. میاییست که در اون کشور اوباش اسلامی با کمک کمونیست ها قبل از هر چیزی گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند، افسران شهربانی رو قتل عام کردند، افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند، و بقیه که زنده به دست اونها افتادند مثل نادر جهانبانی، مثل مهدی رحیمی، مثل خسروداد، مثل بیگلری، مثل بدرهی، که باید به افتخارشون دست بزنید و یادشون رو گرامی بدارید، اونها رو قتل عام کردند. به یاد تمام افسران ارتش شاهنشاهی، به خاطر افسرانی که در تمام دنیا در بدر هستند ولی شرف افسریشون رو فراموش نکردن، ایستادن، جان دادن و گفتن به خاطر محمد رضا شاه پهلوی می‌ایستیم و می‌میریم. به خاطر اون افسران می‌خوانم. آنها در میدان شهادت غلطیدن، هستی های جهان را در نوردیدن، تا به شرافت انسانی رسیدن. هم رزمانم، هم رزمانم.